همکارم نفیسه کوهنورد از اربیل در کردستان عراق با ماست. نفیسه، بعد از شور و شوق و هیجان همه پرسی الان فضا اونجا چگونه است؟ الان دیگه فکر اینه که خب از الان به بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. فشارهای بین المللی از قبلش هم پیشبینی میشد، ولی نه به این شدتی که الان ترکیه داره پیش میره. شاید حتی تون صدای ترکیه از اون چیزی که ایران داره مطرح میکنه خیلی قویتر و خشمگینتره، در صورتی که قبل از همه پرسی، چند مدت قبل از همه پرسی به این شکل نبود. ایران خیلی تندتر رفتار میکرد. حتی آقای اردوغان دیشب گفت که یه وقتی دید که ما اومدیم شبانه، یعنی به نوعی تهدید به یک عملیات نظامی علیه کردستان عراق کرد، که البته دور از ذهن به نظر میرسه فعلا در این مقطع. اما نیروهای ترکیه، ارتش ترکیه دارن با ارتش عراق در مرزها مانور نظامی انجام میدن. جالب اینه که جمال، ترکیه جزو کشورهایی هستش که همیشه در کنار کردستان عراق بوده در 3 سال گذشته، و حتی راه خرید نفت رو ترکیه بود که برای کردستان باز کرد، برای فروش نفت رو. و خیلی ها میگن که این ترکیه بود که به نوعی اصلا راه این منطقه رو هموار کرد به سمت استقلال. من نکته جالبتر اینه که آقای چاوشوغلو امروز در یک مصاحبه گفته، وزیر خارجه ترکیه گفته که ما از آقای بارزانی چنین انتظاری نداشتیم. آقای بارزانی به ما قول داده بود که حتی اگر به حرف کشورهای دیگه گوش نکنه به حرف ما گوش خواهد کرد. قبل از همه پرسی ما بارها بهشون گفتیم که حق از حقوقتون دفاع میکنیم، در کنارتون هستیم، اما این همه پرسی رو لغو بکنید، ولی نپذیرفتن. برای همین باید منتظر تمهیدات بیشتری هم باشن، فشارهای بیشتری هم باشن. دولت مرکزی عراق هم بغداد اعلام کرده که تا 3 روز آینده ممکنه فرودگاه های سلیمانیه و اربیل رو، پروازها بهش رو متوقف بکنه. البته معلوم نیستش که چطور این کار رو خواهند کرد، چون بقیه کشورهایی که به این فرودگاه ها پرواز دارن هم باید بپذیرن این لغو پروازها رو. اگر نگاه کنیم به رأی گیری که صورت گرفته در همه پرسی، چطور میشه نگاه کرد بخشای مختلف اقلیم خودمختار کردستان عراق رو؟ رأی ها هنوز به صورت مشخص اعلام نشده که در هر شهری چه تعداد رأی داده شده و چه تعداد مشارکت بوده و چه تعداد رأی نه و بله گفته شده. اما بر اساس یک سری اطلاعات غیر رسمی که بیرون اومده، در بعضی شهر مثل سلیمانیه مشارکت حدود 50% بوده و جمعیتی که بله گفتن خیلی کمتر از شهرهای دیگه است. اما انتظار میره که در اربیل و کرکوک رأی بله بالا باشه، نزدیک 80% اعلام کردن که در این دو شهر که خب نگاه ها به خصوص به کرکوک بود مشارکت انجام شده. به هر حال تا قبل از، یعنی درست تا شب قبل همه پرسی، بین گروه های مختلف کردستان عراق اختلاف نظر بر سر این بود که آیا واقعا این همه پرسی رو انجام بدن یا پیشنهاد جامعه بین المللی رو بپذیرن. حزب اتحادیه میهنی بخشیش اعلام کرد که حاضرن این پیشنهادها رو بپذیرن، به صورت غیر رسمی این رو اعلام کردن، اما بعدش تکذیب شد این خبر. حزب گوران یا تغییر از مخالفان سرسخت این همه پرسی بود، و همچنین حزب اسلامی که به هر حال طرفدارای زیادی کمی ندارن در این منطقه مخالف بودن. ولی دقیقاً چند ساعت مونده به این همه پرسی اعلام کردن که نه، مردم برید رأی بله بدید. و مشخصا این دو حزب در سلیمانیه قدرت بیشتری دارن، نفوذ بیشتری دارن. شاید به خاطر همین هم هست که اونجا کمتر ما مشارکت رو شاهد هستیم. خیلی دیر رهبرانشون ازشون خواستن که برن. به هر حال وقتی رقم ها اومد بیرون، بیشتر شاید بشه صحبت کرد و تحلیل کرد که چه شهری، چه منطقه‌ای و چرا کم یا زیادتر رأی داده. متشکرم از نفیسه کوهنورد، خبرنگار ما در اربیل.